تلویزیون اینترنتی مستضعفین. پاسخ این سوال که چگونه ما میتونیم با انگیزه دینی و اسلامی برای کاسترو و چگوارا ادای احترام بکنیم؟ چگونه در عصر پسا سرمایه‌داری و پسا مارکسیسم جبهه متحد مستضعفین و عدالت خواهان از غرب آسیا تا آمریکای لاتین میتونه شکل بگیرد؟ من فقط چند نمونه از آیات رو عرض میکنم. دوستانی که میگن چرا قرآن میفرماد دفاع کنید از مظلوم حتی اگر مشرک باشن، ما نمیتونیم بگیم مردم فلان جا طوفان و زلزله آمده اینا بودایی هن، کمکشون نکنید. قرآن میفرماد خداوند شما را نهی نمی کند از این که حتی با مشرکین، به شرط اینکه سر جنگ با شما نداشته باشن، با شما کاری ندارن، دارن زندگیشون رو میکنن. ان تقسطوا الیهم، قسط و عدالت بورزید و حقوقشون رو رعایت کنید. ان تبروهم، به اونها نیکی کنید، کمکشون کنید. اگه گرسنه‌ان، اگه گرفتارن، کمکشون کن، نگو مسلمان نیست. شما میدونید پیامبر وقتی که در مدینه پایگاه نهضت عظیم بود و پایگاه ضد انقلاب در مکه بود، مکه دست مشرکین و بت پرستا قحطی آمد، مردم داشتن از گرسنگی میمردن. پیامبر فرمودن اولهای کمک به مکه رو راه بندازید. چند کاروان کمک غذا و دارو از مدینه فرستادن به مکه برای مردمی که ضد اسلام بودن، مخالف اسلام تازه بودن، و الا مردم دنیا که مخالف این مباحث نیستن. خداوند میفرماد که تهدید میکنه به انقلاب، به مبارزه، یک تهدید الهی است. میفرماد که به مظلومین عالم در مورد اونا، و انتصروا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و انتصروا من بعد ما ظلموا و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. به همه ملت هایی که بهشون ستم شده بگو اگر میتونید باید در برابر ستمگر بایستید، اگر نمیتونید مقاومت کنید و سرکوب شدید سکوت نکنید، حق دارید فریاد بزنید، حق اعتراض و حق انقلاب و حق شورش. این آیه داره اینو میگه و نمیگه مسلمان، میگه کسانی که انتصروا من بعد ما ظلموا، همه کسانی که ظلم بهشون شده سرکوب شدن و کمک میخوان، میگن یکی با ما کمک کنه اون طرف عالم، در آفریقا، در آمریکای لاتین و هر جایی، و نمیتونن از خودشون دفاع کنن. خداوند میفرماد این حق رو دارن که فریاد بزنن، اعتراض کنن و کمک بخوان از دیگران. و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل، ملت هایی که ستم کشیدند معذورند و حق دارند که اعتراض کنند و فریاد بزنند. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، نکوهش و اعتراض فقط به کسانی بکنید که به ناس یعنی بشریت، نه فقط مسلمین، به ملت های جهان ستم میکنند. علی الذین یظلمون الناس، به اونا، به سر اونا فریاد بزنید. و یبقون فی الارض بغیر الحق، و در زمین، در سطح کره زمین به ناحق اقدام میکنن و به حقوق سایر ملت‌ها تجاوز میکنن. اصلا این آیه اعلان جنگ به استکبار، همین چیزی که اینا امپریالیسم میگن، این آیه اعلان جنگه، این آیه اعلام نهضت جهانی مستضعفینه. میگه واجبه، بعد میگه کمک بخواید، میگه به اونا میگه کمک بخواید خداوند، بعد به شما میگه کمکشون نکن، مثل که بگه آقا شما حق داری کمک بخوای ولی ما بهت کمک نمیکنیم. این چه جور حقیه وقتی که خداوند میگه ملت‌های تحت ستم حق دارن کمک بخوان و فریاد بزنن؟ یعنی داره به تویی که میتونی میگه بر تو واجب شرعی و دینی است که کمکش کنی، نه که او برای خودش کمک بخواد تو هم بگو برو دنبال راه کار خودت. لا یحب الله الجهر بالسوء من القول، خداوند دوست نداره کسی و کسانی شروع کنن بدی گفتن از دیگران. ملت‌ها، اجتماعات بشری علیه هم حرف نزنین، بشریت علیه هم سخن نگید، خداوند دوست نداره علیه هم سخن بگید. فقط یک استثناء داره این آیه قرآنه، فقط یک استثناء. لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، یک استثناء داره. ملت هایی که بهشون ستم میشود اونا حق دارن فریاد بزنن و بدی و دیگران رو، بدی و ظالم رو بگن. و کان الله سمیعا علیما، و خداوند میشنود و میداند، و شما باید فریاد بزنید، اعتراض، حق اعتراض داری. حکومت اسلامی باید از همه مظلومین و محرومین جهان حمایت کنه در حد، میدونید تو قانون اساسی ما اصلا تو مقدمه قانون اساسی نوشته جمهوری اسلامی مشروعیتش در گرو اینه که نگه من بی‌طرفم. امیرالمومنین علیه السلام به حسن و حسین میفرمان کونا للظالمه
خصما وللمظلوم اونا. فرمودن نکنه در یک نبردی یه جای ظلمی باشد، ظلم اقتصادی، ظلم اجتماعی، ظلم طبقاتی، ظلم جنسیتی، ظلم قومی نژادی، نکنه یه جای ظلمی باشد و شما بی‌طرف باشید. باید دشمن ستمگران و یاور ستمدیدگان باشید. اینا حکم اسلام و تشیعه. سوال، ممکنه او کسی که داره به ملت‌های دیگه ظلم میکنه به ما ظلم نکنه، دشمن ما نیست، به ما چه مربوطه؟ جواب، ما طبق قرآن و روایات تکلیف داریم ملت‌هایی که تحت ستمن، حتی اگر ظالم اونا، به ما ظلمی نکرده، با ما کاری نداره. ما تکلیف داریم طبق فرمان خداوند بریم کنار مظلوم و با اون ظالم بجنگیم و درگیر بشویم. و از این آیات و اینا زیاده. به کانال تلگرامی مستضعفین بپیوند.